دی او دا ټول د شهید سرور داوود خان په وخت کې د افغانستان نو تختیتل او زمون انانوي دشمن پاکستان ته دی پناه ویوړه او الته دی خپل فعالیتونه د آی اس آی د مشي او د زعامت لاندې شروع کړ چنان کې دوی په افغانستان کې په تخریبي فعالیتونو په پنشیر او په لغمان په دې ځینو کې شروع کړ او تر اخره پورې دوی د آی اس آی د ګیری لاندې کار کاو نو ماته تعجب زده چې د دې ټولې پوهې او درایت سره څنګه حاضر شو چې لومړی د بحران الدین ربانی خلکو ته استاد وی د شیاطینو استاد و زور ته ارشد و شیاطین ویمه څنګه د هغه ډلې ته ځان منصوب کړی دی او بیا په کومو دلایلو د هغه د ډلې نه ځان مجزا کړی دی. په هر صورت د دوی موقف فعلي موقف ډېر د تایید وړ دی او زه په ده باندې افتخار کوم. ډېر تشکر آقای مومند از اینکه به پروگرام ما سهم گرفتین و علاقه گرفتین بسیار زیاد تشکر صاحب. ما هم همراه شما هم نواستم. خداوند روحی از او شهیدای بیگناه را شاد داشته باشه و ما هم تسلیت خود عرض میکنم. سوال به جای کردین آقای ناصری، باید جواب شما را بده صاحب. ناصری صاحب بگوین چرا اول رفتین همراه از اینا و چطور برآمدین، دلایل چی بود؟ شما شنیدین سوال مومند صاحب؟ با عرض احترام و ارادت به جناب داوود مومند محترم هموطنی که با ایسا سوال کردن، اونا راجع به ای که با زمان جمهوریت سردار محمد داوود خان ایدی از هموطنان ما، ایدی از برادران ما مهاجر شدن به پاکستان و بعدا اینا و فعالیت های صورت گرفت در مقابل حکومت داوود خان و جمهوریت و اینا نظریات خود جناب مومن سوا گفتن. من در برنامه که راجع به بحث و بررسی روی عوامل کودت های 26 سرطان 35 سال بعد از او واقعا ما و شما داشتیم، با سر روی مسائل بسیار فشرده ولی بسیار عمیق صحبت کردیم، عوامل مختلف را به بحث و بررسی گرفتیم. فقط من میگم که عوامل کودتایی را که سردار محمد داوود خان آمد به کودتا کرد، روی هر دلیلی که داشت، مسائل فامیلی و مسائلی که پیش سیاسی بود، ارزش هایی که پیشان مطرح بود، ولی وسیله را که اونا انتخاب کردن به ضرر مردم افغانستان و در نهایت به ضرر شخص خودشان و فامیلشان تمام شد و در اولین کابینه مرحوم 8 وزیر پرچمی حضور داشت و واقعا این خود تحریک کننده احساسات پاک مردم مسلمان افغانستان بود و حرکت و نهضت اسلامی حساس شد. جناب استاد نیازی به زندان رفت و یک هدی هم شهید شدند. انجینیر نیازی در هندوستان اونا وفات کردند ولی یک ایدی از رهبران نوزد اونا مثل دکتر عمر اینا در زمان داوود خان به شهادت میرسن. به هر صورت اینا عوامل بود که قصدن و همدن متاسفانه پرچمی ها مخالفین سیاسی خود را توسط داوود خان از بین بردن که در او جمله شما میدانین که از شهید جناب میوانوال سپ و گروپی که با اونا در زندان ها رفتن و به شهادت رسیدن تا افراد نوزد اسلامی و شخصیت های ملی و دینی و سیاسی در زمان داوود خان سرکوب میشن. به هر صورت ای که چرا اینا به پاکستان مهاجر شدن، همین روز یکی از اخباری را که در تلویزیون ها من دیدم همی بود که تمدید حضور مهاجرین و پناهنده های افغانستان در پاکستان برای چند سال دیگه تمدید میشه و در حدود 4 میلیون هموطن ما شما هنوز هم در پاکستان مهاجر هستند، در حالتی که 7 سال از تشکیل حکومت آقای کرزای و آمدن نیروهای خارجی و به بیلیون ها و به میلیارد ها دلار کمک به افغانستان شده، ما 4 میلیون انسان در خاک پاکستان داریم و اگر ما پاکستان دشمن هنانوی خود بگوییم و این شعار بتیم، من فکر میکنم مانند که شما آقای عباسی شاید از رای پاکستان مهاجر شده باشین، من شخصا افتخار از این دارم که به هجرت رفتیم و شخصا افتخار از این دارم که در دوران هجرت خدمتگار جهاد و ملت خود بودیم و شکل از اشکال و نوع از آنها تا به امروز من افتخار زندگی خود از دوران مهاجرت و جهاد خود و خدمت در جهاد میدانم. ما کدام جهاد مسلحانه نکردیم ولی در بود فرهنگی اینا ما همیش فعال بودیم. ای که در دوران جهاد هر کسی با یک جبهه یا با یکی از اعضا و سازمان ها
خوشبینی داشت، عضویت داشت و همکاری میکردن. من پیشتر گفتم که جمعیت اسلامی که ما امروز سرش بحث میکنیم جمعیت اسلامی نیست که ما از سال 52 و سال 50 و چند هفت و اینا رو بحث کنیم. میاییم جمعیت اسلامی را که من ازش جدا شدم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حوالین خطابه که هنوز پیکر پاک مطهر حضرت پیغمبر خدا دفن نمیشده باشن و اینا به خلافت برگزیده میشن و جانشین پیغمبر خدا، اینا بیانیه مختصر و فشرده و کوتاهی دارن و میگن که ای امت از ما تا وقتی پیروی کنین که من از خدا و رسولش پیروی میکنم و اگر من از خدا و رسول پیروی نمیکنم اطاعت من بر شما فرض نیست. یعنی ما نباید در معصیت اطاعت کنیم. اگر حمیده داریم، حزب داریم، رهبری را انتخاب کردیم، با حزب نباید در گناه و در خیانت ملی و در خیانت دینی و عقیدتی ما ادامه بدیم و اصرار کنیم و پافشاری کنیم و غیرت افغانی کنیم و بگیم که نه برادر، این راه اگر شیر است یا سیر است یا پیر است ما باید ادامه بدیم، به خاطر اینکه شرم است که ما بس عقب بگردیم و بگیم که 20 سال ما اشتباه کرده بودیم. من میگم که دوران جهاد دوری گذشته بود، ولی وقتی که استاد ربانی و فقیه و قانونی میرن وزیر ریش امریکا حضور پیدا میکنن یا همکاری میکنن و میهمو کسایی که خود دوران مقاومت وزیر طالب ها و پاکستان اینا یک دوره مقاومت میگن، از دوره مقاومت میرن وزیر ریش امریکا و حیثیت ببرک امریکایی رو به خود میگیرن. من متاسفانه دیگه حاضر نبودم که یک ذره هم از اینا پیدا کنم. تشکر کرد. تشکر، بسیار جواب قانع کننده. تلویزیون پیام افغان امر کنید صاحب. بله سلام علیکم. صاحب سلام علیکم. آقای عباسی صاحب خپل سلامونه تاسو او تاسو محترم میلمه ته وړاندې کوم. بفرمایئ صاحب. زما خبر اختر ډیره هدا قاضی صاحب حل کړه. ما غوښته چې تاسو سر دغه بشری بحران تاق لکم شي په تخار کې رامنځته شوی دی.